دوستان و همراهان همیشگی، درود بر شما. بریم به پاریس، محل برگزاری مسابقات المپیک 2024، دیدار ردبندی وزن 130 کیلوگرم دلاور کشورمون امین میرزازاده، دلاور خوزستانی ما، در مقابل دیگر کشتیگیر ایرانی ما که برای آذربایجان در کشتی میگیره سبا شریعتی قرار گرفته. ببینیم چه خواهد کرد این چهره در مقابل سبا شریعتی. متاسفانه من تو هر ویدیو باید اعلام کنم دوستان که من نتونستم به پاریس برسم و مجبوریم ویدیوها رو به این صورت براتون پخش کنیم و به دلیل قوانین کپی‌رایت ما اجازه پخش ویدیوها رو نداریم، فقط جهت اطلاع رسانی هستش. کامنت نذارین که چرا ویدیوها به این صورت هستش، فقط جهت اطلاع رسانی هستش. میدونم خب ویدیو شاید لذتی نداشته باشه، فقط برای اینکه اطلاع داشته باشین که چه فنونی حتی داده شد، چه امتیازی حتی داده شد. خب امین میرزازاده دلاور کشورم در مقابل سبا شریعتی، این چهره کشتیگیر کشورمون که سالهاست برای آذربایجان داره کشتی میگیره، سبا شریعتی که برنز المپیک ریو رو تو کارنامه خودش داره، نقره و برنز بازی‌های اروپایی رو تو کارنامه خودش داره وقتی که برای آذربایجان کشتی گرفت، طلای جام جهانی 2015 رو در تهران داره و دو برنز بازی‌های کشورهای اسلامی باکو و ترکیه. ببینیم چه خواهند کرد و مدال برنز این دو از رقابت‌های المپیک به کدوم یکی از دو کشتیگیر خواهد رسید. امین میرزازاده ما دلاور کشورمون هم که طلای جهان رو در سال 2023 گرفت در بلگراد، نقره جهان در سال 2022، سه طلای قهرمانی آسیا تو کالمه خودش داره، یه طلای امیدهای جهان، طلا و برنز جوانان جهان، طلای جوانان و نوجوانان آسیا. ببینیم چه خواهد کرد. با کولهباری از تجربه اومده به میدان المپیک در مقابل دیگر ایرانی این دو از رقابت‌ها، سبا شریعتی که برای آذربایجان در کشتی میگیره. سر شاخ تا کشتیگیر رو دست هم دیگه کار میکنن. کشتیگیر ما سرعتش بسیار بالا بود، قدرت بدنش میچربید به سبا شریعتی. گلدور جنگنده با اینکه سبا شریعتی تن بدنش درشتر و عضلانی‌تر بود نسبت به کشتیگیر ما، ولی خب میرزازاده بهتر کار کرد. تو سر شاخ همچنان دست هم دیگه کار میکنن. خب درخواستی کمکاری میشه برای سبا شریعتی و سبا شریعتی باید درخواه که امین میرزازاده بنشین. امین میرزازاده که بارانداز رو شگرد داره. ببینیم چه خواهد کرد. در مورد دست و پای کشیده سبا شریعتی، یک پرسپتوم اینجا کار جلو میفته، جهانجو میکنه برای بارانداز و به هر ترتیبی هست یه بارانداز میزنه به این کشتی گیره. چه کشتی حالا 3-0 میشه. همچنان تو سر شاخ رسم کار میکنن. ثانیه پایانی 3 دقیقه اول و 30 ثانیه وقت استراحت اینجا فرا میرسه. توصیه لازم رو این رنگرز میده به شاگردش. ببینیم چه خواهد کرد در ادامه کار. طالب نعمت‌پور هم مربی سنگ‌وزن کشورمون، مربی خوش اخلاق و خوش تکنیک کشورمون، توصیه لازم رو میده به شاگردش، هم استانیش، هر دست خوزستان. ببینیم چه خواهد کرد. این سمت هم سبا شریعتی رو برای آذربایجان دارن آماده میکنن. امیدواریم که این چهره دلاور کشورم به مدال برنز که حداقل شایستگیش هست برسه. دور اول تونست امریکا رو شکست بده، دور دوم در مقابل کوبا کشتیش رو واگذار کرد و در شانس مجدد کره جنوبی رو شکست داد و رسید به ردبندی. حالا در مقابل سبا شریعتی تا به اینجا کار 3-0 جلو افتاد. سه دقیقه دوم هم سرعت کشتیگیر ما بالا بود، ولی خب یه برخوردی پیش اومد از ناحیه ابرو. فکر کنم سبا شریعتی خونریزی داشت، چند باری کشتی قطع شد متاسفانه، ولی خب همچنان کشتیگیر ما بهتر داشت کار میکرد. دو بار کشتی قطع شد در طول زمان قانونی کشتی و اینجا یک بار دیگه اخطار دادم به سبا شریعتی، چون کشتیگیر ما دستش بهتر داشت کار میکرد. 4-0 شد نتیجه کشتی و باید درخواهی که میرزازاده مینشست. این بار درخواهی قرص محکم نشست و امتیازی از دست نداد. نتیجه کشتی همچنان 4-0. یک بار دیگه خونریزی از ناحیه ابروی دیگر کشتیگیر کشورمون سبا شریعتی. دقایق زیادی رو سپری کرد از کشتی، ولی خب در نهایت نتیجه کشتی 4-0 به پایان رسید و امین میرزازاده تانک بختیاری ما به مدال برنز این دور از رقابت‌ها رسید. این اولین مدالی که تو این دور از رقابت‌ها در المپیک 2024 به دست میاریم. امیدواریم که اولین چراغی که میرزازاده روشن کرد خوشی اون باشه و مدال‌های بعدی رو هم پشت سر هم از فردا درو کنن بچه‌ها.
بعد از این مسابقات هم دلاور کشورمون که سالها برای ایران کشتی گرفت و بعدش برای آذربایجان، سبا شریعتی، مرد خوشقلب کشتی کشورمون، از دنیای کشتی خداحافظی کرد. خوشحالی دکتر رعینز و طالب نعمتپور از برنز شاگردشون. اینجا رو ببینید. و به این صورت امین میرزازاده هم یه صحنه زیبا خلق کرد برای المپیک و مورد تشویق حضار قرار گرفت. سبا شریعتی عزیز از دنیای کشتی خداحافظی کرد. آرزوی سلامتی داریم براش، امیدواریم که مانا پایدار باشه و سالهای سال دلش شاد و لبش خندون و سایش بر سر خانواده محترمش باشه. خب دوستان عزیزانی هم که به تازیه به جمع پیوستین، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر خبرهای داغ این روزها باشید. عزیزان این ویدیوها فقط جهت اطلاع رسانی هستش، امیدواریم که بتونیم از مسابقات بعدی سالان حضور داشته باشیم و ویدیوهای بهتری رو برای شما ارائه بدیم. بدرود دوستان.